اول قرنتیان فصل سوم. و اما ای برادران، من نتوانستم همانطور که با کسان روحانی صحبت می کنم با شما سخن گویم، بلکه ناچار شدم همانطوری که با اشخاص نفسانی و یا کسانی که در ایمان به مسیح هنوز طفل هستند با شما صحبت کنم. و شما شیر دادم نه نان، زیرا برای آن آماده نبودید و هنوز هم آماده نیستید، چون شما هنوز هم نفسانی هستید. وقتی بدبینی و نزاع در میان شما هست، آیا این نشان نمی دهد که نفسانی هستید و مثل دیگر مردم رفتار می کنید؟ وقتی یکی می گوید من طرفدار پولس هستم و دیگری می گوید من طرفدار اپولس هستم، آیا مثل دیگر مردم نیستید؟ آخر اپولس کیست؟ پولس کیست؟ آنان فقط خادمانی هستند که با اجرای وظیفه‌ای که خداوند به ایشان داده وسیله ایمان شما گردیدند. من کاشتم، اپولس آبیاری کرد، ولی اصل کار یعنی رشد و نمو با خداست. کسی که می کارد و یا کسی که آبیاری می کند اهمیت زیادی ندارد. در رشد و نمو گیاه کار عمده با خداست. کارنده و آبیاری کننده در یک سطح هستند و هر یک مطابق کار خود اجر خواهند گرفت، زیرا در خدمت خدا ما همکاران او هستیم و شما مزرعه او و عمارت او هستید. من با استفاده از قدرت فیض بخش خدا مانند یک معمار ماهر تهداب گذاشتم و اکنون کسی دیگر بر روی آن می سازد. هر کس باید متوجه باشد که روی آن چگونه آباد می کند، زیرا تهداب دیگری غیر از آن چی ریخته شد نمی توان گذاشت و آن تهداب عیسی مسیح است. بعضی ها وقتی روی آن تهداب آباد می کنند، طلا و نقره و سنگ های عالی به کار می برند و اشخاص دیگر از چوب و گیاه و کاه استفاده می کنند. ولی چگونگی کار هر کس آشکار خواهد شد، زیرا روز داوری آن را ظاهر خواهد ساخت، چون آن روز با آتش همراه خواهد بود و آتش کیفیت کار همه را می آزماید و ماهیتش را نشان می دهد. اگر آنچه را که آدمی بر روی آن تهداب ساخته است از آتش سالم بیرون آید، آن شخص اجر خود را خواهد یافت. اما اگر کارهای دست او سوخته شود، اجر خود را از دست خواهد داد، ولی خود او نجات خواهد یافت. مانند کسی که از میان شعله های آتش گذشته و نجات یافته باشد. آیا نمی دانید که شما خانه خدا هستید و روح خدا در شما ساکن است؟ اگر کسی خانه خدا را آلوده سازد، خدا او را تباه خواهد ساخت، زیرا خانه خدا پاک و مقدس است و آن خانه شما هستید. هیچ کس خود را فریب ندهد. آیا کسی در میان شما است که گمان می کند با میارهای این دنیا خردمند است؟ او باید ابله شود تا واقعا خردمند گردد. زیرا آنچه که از نظر این دنیا حکمت و خرد به حساب می آید، در نظر خدا پوچ و بی‌معنا است، چنان که نوشته شده است: خدا خردمندان را در نیرنگ های خودشان گرفتار می سازد. و باز خداوند می داند که نقشه های خردمندان بیهوده است. پس هیچ کس نباید به آن چی که انسان می کند فخر کند. در واقع همه چیز به شما تعلق دارد. پولس، اپولس، پتروس، این دنیا، زندگی، مرگ، زمان حال و زمان آینده
همه اینها متعلق به شما و از شماست و شما از مسیح هستید و مسیح از خداست.